بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان عزیز، امیدوار هستم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و درسای گذشته تان هم خوانده باشین و کار خانگی تان انجام داده باشین. قبل از اینکه درس نو خود آغاز بکنیم، یک مرور کوتاه میکنیم بر درس گذشته خود. خب، درس گذشته ما شما در مورد چی بود؟ بسیار، درس گذشته ما شما خلافت حضرت علی بود. کوتاه یک مرور میکنیم، بعد از تو درس نو خود آغاز میکنیم. شما در درس گذشته خواندین که حضرت علی خلیفه چهارم هست که بعد از حضرت عثمان رضی الله عنه به خلافت میرسه. پسر کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و هم داماتشان بودن. البته زمانی که اینا به خلافت میرسن با مخالفت های زیادی روبرو شدن که در نتیجه دو جنگ مهم که یکی جنگ جمل بود یکی جنگ صفین رخ داد. شما در مورد این معلومات حاصل کردین و همچنان ظهور خوارج هم بود که بالاخره حضرت علی کرم الله وجهه بعد از 5 سال خلافت توسط یک تن از کسایی که به گروه خوارج ارتباط داشت به شهادت میرسه و به این ترتیب دوران خلافت خلفای راشدین خاتمه پیدا میکنه. امروز درس جدید خود آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس برتان بکنیم، درس عنوان و اهداف که برای درس تعیین کردیم بر شما معرفی میکنیم. خب، البته سلسله درس های تاریخ هست که ادامه داره. صنف ما صنف هفتم هست، مضمون تاریخ. موضوع درس ما شما است آیا در مورد آغاز خلافت اموی ها چیز میدانید؟ درس ما درس 32 صفحات کتاب 73 و 74 هست. خب، با امید دیدی که شما همو مواد درسی، کتاب و کتابچه و قلم با خود داشته باشین تا در جریان درس نکات مهمه یادداشت بکنید. اهدافی که برای درس تعیین کردیم برتان میخوانم که تا ختم درس ما شما بتانیم این اهداف باید به دست بیاریم. اولی که آشنایی شاگردان با حضرت ماویه. دو، آشنایی شاگردان با چگونگی توظیف وی در رابطه با کتابت وی. آشنایی شاگردان با عملکردهای حضرت ماویه در قبل و بعد از خلافتش و آشنایی شاگردان با سیستم حکومت حضرت ماویه. خب، آغاز میکنیم درس خدا که درس امروز ما شما است که آیا در مورد آغاز خلافت اموی ها چیزی میدانید؟ خب شاگردان عزیز، شما در تصویر یا در سلاید شکل یا تصویری دو سکه را میبینیم که این مسکوکات یا سکه های دوران امیر ماویه هست. البته برای اولین بار در جهان اسلام سکه ها در زمان حضرت خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه ضرب زده شد و بعد از او در دوران اموی ها نیز سکه ها ضرب زده شد که یکی از نمونی از او سکه ها را شما در تصویر مشاهده میکنید و در کتابتان هم تصویر ایسکه ها هست. میتونین از نزدیک کتاب باز بکنین و تصویر ایسکه ها را ببینین. خوب، درس خود آغاز میکنیم که آیا در مورد آغاز خلافت اموی ها میدانید؟ وقتی که حضرت علی توسط یک تن از خوارج به شهادت رسید، در این زمان مردم شام دور حضرت ماویه مرکز جدید را به وجود آوردن. ما شما حال در مورد دی صحبت میکنیم. حضرت ماویه فرزند ابو سفیان بود و نواسه حرب. 15 سال قبل از هجرت در مکه معظمه به دنیا آمدند. ابو سفیان قبل از اینکه به دین اسلام مشرف شود یکی از مخالفین سرسخت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. بعدا ایمان آوردند و بعد از اینکه ایمان آوردند خانمش و فرزندانش همه به دین مبارک اسلام مشرف شدند. حضرت ماویه 23 سال داشت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وی را به حیث نویسندگی خود گرفت، یعنی به حیث نویسندگی خود او را گرفتن. چیزی که حضرت محمد می گفت یا وحی که می آمد، اینا موضوعاتی که بود به حضرت ماویه می گفتن و اونا نوشتن می کردن. در دوران خلافت حضرت عمر البته اداره شام به عهده داشت و در دوران حضرت عثمان به حیث ولی شام به وظیفه خود ادامه داد و در آغاز خلافت حضرت علی کرم الله وجهه قبلا هم خواندیم که به حضرت علی بیعت نکردند و جنگ صفین واقع شد.
حضرت معاویه اساس خلافت اموی ها را گذاشت، یعنی مؤسس خلافت اموی ها می حضرت معاویه هست. 20 سال خلافت کرد و بالاخره در سال 60 هجری اینا وفات میکنه. بعد از وفاتش امپراتوری بسیار بزرگ را از خود بجا گذاشت که سرحدات شرقیش از هند و چین آغاز میشد و در غرب تا به فرانسه و هسپانیا میرسید. بعد از معاویه پسرش یزید که نامش را شما شنیدین، در درست قبلی هم شاید خوانده باشین، یزید قدرت به دست میگیره و در سال 61 هجری البته واقعه غم‌انگیز کربلا رخ میده که در اون نواسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله امام حسین و همه یارانش به شهادت میرسه. بعد از یزید هم تعداد زیادی از سلاله های با قدرت رسیدن که بالاخره اینا تا سال 132 هجری حکم روایی کردن. آخرین حکمران این خاندان البته مروان بود که بالاخره توسط ابو مسلم خراسانی که یک قیام سرنوشت ساز برا انداخت و به حکم روایی اموی ها خاتمه داد. این بود درس امروز ما. شما حال برتان خلاصه درس نکات عمده خلاصه درس برتان در روی تخته نوشته می کنم. شما هم می تانین که نکات عمده را با خود یادداشت بکنین و درس با خود بخونین. من نکات برتان شاگرد عزیز سر تخته نوشته می کنم. خب شما خواندین که خلافت اموی ها چه قسم آغاز شد. بدیدی که حضرت علی کرم الله وجهه توسط یک تن از خوارج به شهادت می رسه. مردم به دور حضرت معاویه در شام یک حکومت جدید را به میان میاره. کال ما شما در موردش گفت میزنیم. خب حضرت معاویه پسر ابو سفیان نواسی حرب بود. 15 سال پیش از هجرت در مکه معظمه به دنیا آمده. 23 سال داشت که حضرت محمد صلی الله علیه و آله به حیث نویسنده خود گرفت. حضرت معاویه در زمان حضرت خلیفه دوم حضرت عمر البته زمام قسمت شام اداره میکرد. بعد والی شام شد و در زمان حضرت علی قسم که خواندن که حضرت علی بیعت نکردن جنگ صفین واقع شد. 20 سال خلافت کردن، از خود امپراتوری بسیار بزرگ را به جا گذاشتن که از سرحدات شرقی یعنی از هند و چین آغاز و تا غرب تا قسمتات فرانسه و اسپانیا می رسید. بعد از وفاتش پسرش یزید قدرت به دست می گیره که در سال 61 هجری البته واقعه غم‌انگیز کربلا رخ می ده که در او نواسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله یعنی امام حسین و همه یارانش به شهادت می رسه. بالاخره آخرین حکمران این خاندان مروان بود که توسط ابو مسلم خراسانی که قیام سرنوشت ساز برا انداخت و با حکم روایی خاندان اموی خاتمه داد. این بود شاگردای عزیز خلاصه درس امروز ما. شما حال باید هم مثل دروس قبلی چند سوال کوتاه را برتان با کارخانگی آماده ساختیم. من سوالات برتان میخوانم، شما هم قلم و کتابچه با خود بگیرین و سوالات یادداشت بکنین. سه سوال بسیار آسان و کوتاه را به حیث کارخانگی برتان نوشته کردیم، من برتان میخوانم. سوال اول، واقع غم‌انگیز کربلا چی زمان واقع شد؟ سوال دو، حضرت معاویه فرزند کی بود؟ و سوال سوم، در مورد شخصیت امیر معاویه چی میدانی؟ این بود سوالای کارخانگی شما دخترها و بچه های عزیز شاگردای بسیار خوب. سوالات با خود یادداشت بکنین و بر درس آینده بخیر سوالات کارخانگی تان با خود داشته باشین و یا جوابش را در کتابچه نوشته بکنین. این بود درس امروز ما. شما امیدوار هستم که با معلوماتتان در مضمون تاریخ افزوده باشه. تشکر می کنم از توجهتان و بعدی که باید هم در خدمت شما حاضر می شم. شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپارم. شاد و موفق باشین شاگرد عزیز. خداوند نگهدارت.